چرا با مفکن B52 به 8 موتور نیاز داره؟ امروزه همه هواپیماهای مسافربری و تجاری فقط 2 موتور دارن. پس چرا B52 دارای نه 4، نه 6، بلکه 8 موتوره؟ در حالی که نمونه‌های زیادی از هواپیماهای 6 موتوره وجود داره. نمونه‌های کمی از هواپیماهای نظامی با 8 موتور جت وجود داره. با ارتقای قریب به الوقوع B-52H به نسخه B-52J، این بمب‌افکن همچنان ستون فقرات ناوگان بمب‌افکن‌های استراتژیک ایالات متحده خواهد بود و همچنان تا سال‌های زیادی در آینده تنها نمونه هواپیمای جت 8 موتوره نیروی هوایی ایالات متحده باقی خواهد موند. چرا بمب‌افکن B-52 دارای 8 موتوره؟ بخشی از دلیل اینکه B-52 موتورهای زیادی داره اینه که طراحی اون بسیار قدیمیه. B-52 اواخر دهه 1940 طراحی شد و برای اولین بار در سال 1952 پرواز کرد. در اون زمان موتورهای جت هنوز در مراحل اولیه توسعه بوده، قدرت کمی داشته و قابل اعتماد نبودن. 8 موتور جت مورد نیاز بود تا این هواپیما بتونه با مفکن استراتژیک بین قاره‌ای مورد نیاز نیروی هوایی ایالات متحده با قابلیت پرواز در ارتفاع بالا باشه. B-52 از 8 موتور پرت اند ویتنی J-57 استفاده می‌کنه. که حداکثر پیشرانی این موتور 8700 پوند و تا الان 21000 دستگاه از این موتور ساخته شده. به عبارت دیگه اگر امروز یک بمب‌افکن شبیه B-52 از ابتدا ساخته میشد، احتمالاً فقط با 4 موتور طراحی میشد. درست مثل بسیاری از هواپیماهای نظامی بزرگ دیگه مثل C-17، B-1 لنسر و C-5 گلکسی. اینکه B-52 تا به این اندازه قدیمیه و با این حال هواپیمایی که نیروی هوایی میخواد تا دهه 2050 یا حتی پس از اون در خدمت نگه داره کمی دور از ذهنه. تعداد بسیار کمی از هواپیماهای جت با 8 موتور طراحی شدن، چه برسه به ساخت. چند تر هواپیماهای با موتورهای جت 8 گانه پیشنهاد شد، اما هرگز ساخته نشده یا از مرحله نمونه اولیه پیشتر نرفته. از جمله آنتونوف AN-325. قابل ذکره که بمب‌افکن استراتژیک XB-700 والکری که در دهه 1950 طراحی شده اما لغو شد، با قابلیت پرواز با سرعت بیش از 3 ماخ با 6 موتور ساخته شده بود. اما چرا B-52 8 موتور خود را حفظ می‌کنه و اون را کمتر نمی‌کنه؟ در طول سالها پیشنهادهایی برای تغییر موتور بمب‌افکن B-52 و کاهش اون به 4 موتور ارائه شده، اما این تغییر هرگز اتفاق نیفتاده، تا حدی به این دلیل که باعث ایجاد مشکلاتی میشه، چون در صورت خرابی یا خاموش شدن موتور به هر دلیلی باله‌های دوم کوتاه‌تر و سکان کوچکتر مدل‌های جی و اچ ممکنه نتونن در برابر نیروی پیشرانی نامتقارن تاب بیارن. مجله نیروی هوایی و فضایی در این باره تصریح میکنه که همونطور که امروزه نیست صحت داره، این 8 موتور دارای 4 ناظره. در حالی که نیروی هوایی ایالات متحده زمانی 4 موتور تجاری با فن بزرگ رو در نظر داشت، برای جلوگیری از طراحی مجدد قابل توجه بال، کابین خلبان و سایر قطعات و کاهش ریسک و تأخیر به طراحی 8 موتور وفادار موند. بنابراین B-52 طراحی 8 موتور خود رو تا پایان عمرش حفظ خواهد کرد. کاهش تعداد موتورها به 4 دستگاه مستلزم کار و تلاش بسیار از حدیه که ارزشش رو نداره. موتورهای B-52 در طول سالها ارتقا یافتند. مدل فعلی B-52H دارای موتورهای توبوفن TR-33 که بسیار قدرتمندتر و مقرون به صرفه تر از موتورهای اورجینالیه که این هواپیما با اون پرواز میکرد. اما این پایان کار نیست. B-52H در حال ارتقا به نسخه B-52J هستند
که انتظار میره در سال 2033 وارد سرویس بشن. به عنوان بخشی از برنامه جایگزینی موتور تجاری این بمب‌افکن، این برنامه همچنین عمر مفید B52 رو تا دهه 2050 افزایش خواهد داد. با این ارتقا، 8 موتور قدیمی TR33 با 8 موتور رولز رویس F130 جایگزین خواهند شد. رولز رویس در سال 2021 برای تولید موتورهای بمب‌افکن‌های استراتژیک قدرتمند، رقبای اصلی خود که یکی از اونها پرت اند ویتنی بود رو شکست داد. انتظار میره رولز رویس حدود 650 دستگاه F130 برای تجهیز 76 فروند بمب‌افکن B52 تولید کنه که به نسبت 1:1 یعنی 8 موتور در هر فروند جایگزین موتورهای پرت اند ویتنی TR33 خواهند شد. موتورهای پرت اند ویتنی TR33 حد اکثر 17000 پوند پیشرانه دارند، در حالی که موتور رولز رویس F130 هم 17000 پوند قدرت پیشرانه داره. در حالی که این موتورهای جدید یک جهش نسلی نسبت به موتورهای قدیمی هستند، نیروی رانش بیشتری رو ارائه نمیدن. افزایش نیروی پیشرانه مستلزم بازسازی بدنه هواپیما برای تحمل فشار بیشتر نیز هست. نیروی هوایی با حفظ تعداد موتورها و دکل‌های یکسان با نیروی پیشرانه یکسان میتونه نیاز به تعمیرات اساسی در این هواپیما رو کاهش بده و در عین حال موتورها رو ارتقا بده. ممنونم که مثل همیشه تا انتهای این برنامه همراه من بودید. برای ساخت ویدیوها وقت زیادی گذاشته میشه، پس مثل همیشه با لایک هاتون از ما حمایت کنید و بگید که شما بین دو بمب‌افکن B1 لنسر و B52 کدوم رو انتخاب میکنید.